نامه آقای فرزاد کمانگر به آموزگاران دربند. همبندی، همدرد، سلام. شما را به خوبی می شناسم، معلم، آموزگار، همسایه ستاره های خاوران، هم کلاسی ده ها یار دبستانی که دفتر انشایشان پیوست پرونده هایشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان اندیشه های انسانیشان بود. شما را به خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی هستید. مرا هم به یاد دارید. منم بندی بند اوین. منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دور افتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد، اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان. حالا دیگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت. از راست به چپ رودخانه های کوچک دیگری هم به آن پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند. ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد. ماهی کوچولو خواست ته آب برود. می توانست هر قدر دلش خواست شنا کند و کلش به جایی نخورد. ناگهان یک دسته ماهی را دید. ده هزار تایی می شدند که یکی از آنها به ماهی سیاه گفت: به دریا خوش آمدی رفیق. همکار در بند، مگر می توان پشت میز صمد شدن نشست و به چشم های فرزندان این آب و خاک خیره شد و خاموش ماند؟ مگر می توان معلم بود و راه دریا را به ماهی های کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی می کند از عرس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی می کند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن؟ وقتی راه نما آفتاب است، بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر می توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم بر نیاورد؟ مگر می توان بغض فرو خورده دانش آموزان و چهره نحیف آنان را دید و دم نزد؟ مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود اما الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ نمی توانم تصور کنم در سرزمین صمد خان علی و عزتی معلم باشیم و همراه عرس جاودانه نگردیم.
نمی توانم تجسم کنم که نظارگر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم. می دانم روزی این راه سخت و پرفراز و نشیب هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد برای تو معلم آزاده، تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر سد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خوار. ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا می کرد و با خود می گفت: حالا دیگر مردن برای من سخت نیست، تأسف آور هم نیست، حالا دیگر مردن هم برای من. که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و با ماهی بزرگ قصه‌اش را تمام کرد و به 12,000 بچه و نوه‌اش گفت: حالا دیگر وقت خواب است. 11,999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید. اما این بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هر کار کرد خوابش نبود، فکر برش داشته بود. معلم اعدامی زندان افین، فرزاد کمانگر، اردیبهشت ماهی 1389. با سپاس. عاشقی تو دریا تنها نمیشد، خواب من مثل صدر پر مر پارید نو پر شدی قصه ما توی دریاهای دور، خواب من مثل صدر شدیم قصه ما توی در